ای اهل دنیا آقا بنی مظلومه، ای اهل دنیا. معاویه میدانست که حرام از بغض علی در دل. حالا اونجا که روایت میکنن میگویند که معاویه به سعد دستور داد که بالا روی منبر و از بد علی بگو، هیچ دلیلی برای این نیست که بارو بد علی بگو و دشنام به علی بده، این در این ثابت نیست و هرگز چنین نبوده است و معاویه علی را علنا دشنام نداده و علی هم معاویه را علنا دشنام نداده است. بله، خب اینجا چند تا ادعا کاشناش برنامه کرده. اول اینکه معاویه خبر داشته که لعنه حضرت علی علیه السلام گناه، دشمنی با علی و دشمنی با حضرت علی علیه السلام گناه، و بعد میگه که به سعد بن وقاص نگفتم هیچ لعنه نکرده و آخرش هم گفت حضرت علی او رو لعنت کرده. این در خصوص صحبت کرد. خب یه مقدمه کوتاهی خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم که تمام اهل سنت این روایت رو نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، هر کس به مسلمانی فوش بده فاسقه و هر کس با مسلمانی به جنگ خودش کافر میشه. صحیح بخاری هست، کتاب الایمان باب 26. خب داره. روایت در کتاب‌های اهل سنت هست که معاویه هر دو اینها رو انجام داده، هم به مسلمان به امیرالمومنین، و اگر اینها به عنوان یک مسلمان قبول دارن فحش داده سب کرده و هم با امیرالمومنین جنگیده و هر کس هم با مسلمانی به جنگ کافر هست. خب اگر این مطلبی ثابت بشه که معاویه در جنگ با در جنگ صفین 70,000 نفر رو به کشتن داده از مسلمان‌ها، در حالی که خداوند می‌فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما، هر کس یک نفر مؤمن رو بکشه عمدن خدا او رو برای همیشه در جهنم نگاه خواهد داشت. این نساء 93 آیه، سوره نساء آیه 93. خب اثبات این مطلب که معاویه بغض علی رو داشته، امیرالمؤمنین رو فحش داده یا با امیرالمؤمنین جنگیده، تمام مبنای اعتقادی اهل سنت رو زیر سوال میبره، چون اینها میگن تمام صحابه بلا استثناء عادل هستن و اساس مذهبشون بر همین فکر استوار هست. اگر پیدا بشه یک نفر از صحابه که عادل نیستن، اساس مذهب اینها از بین خواهد رفت. خب ببینید دوستان، در صحیح مسلم شماره 2404، حالا من هم کتاب رو نشون میدیم هم پاورپوینت رو نشون خواهیم داد، شماره 2404 از کتاب صحیح مسلم، اگر کتاب رو نشون میدن صحیح مسلم، این همون صحیح مسلم که قبلا نشون دادیم، دارالفکر بیروت هست. نگاه کن روایت شماره 6114 و 2404 که با تکرار و بدون تکرارش رو اینجا آورده، حدثنا فلان فلان ان عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، ببخشید عذر میخوام، ان عامر ابن سعد ابن ابی وقاص ان ابی قال امر معاویه ابن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا طلحه. معاویه ابن ابی سفیان به سعد دستور داد، چه دستوری داد اینجا مشخص نیست، حالا ما مشخص میکنیم که این دستوری که داده چی هست. بعد میگه ما منع ان تسب ابا طلحه، چه چیزی مانع شده که تو به علی ابن ابی طالب به ابو طلحه فحش نمیدی؟ این روایت جالب هست. بعد سعد ابن ابی وقاص سه تا از فضایل امیرالمومنین رو میشماره و میگه من به این خاطر به امیرالمومنین فحش نمیدم. این روایت رو دیدیم دوستان عزیز که ثابت میکنه معاویه به سعد ابن ابی وقاص دستور داد به علی ابن ابی طالب فحش بده. حالا اگر صفحه مونیتور رو نشون بدید ما روایات دیگه رو با سند صحیح از کتاب‌های اهل سنت خواهیم. این سنن ابن ماجه قزوینی هست، یک از صحاح سته اهل سنت همین روایت رو نقل کرده. حدثنا ابو معاویه عن موسى بن مسلم عن عبد الرحمن بن ثابت عن سعد قال قدم معاویه في بعض حجاته فاتاه سعد فذكروا علیا فنال منه معاویه. معاویه در بعض از حجات حج رفته بود، به مدینه آمد، سعد پیشش آمد، سخن از علی ابن ابی طالب شد، فنال منه معاویه، معاویه از علی بدگویی کرد، به علی سب کرد، به علی فحش داد. حالا ناله همه جور معنا
فنال منه معاویه، بدگویی کرد. چه بدگوی ما نمیدانیم. فقد به سعد فقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله یقول له ثلاث خصال لان تكون لي خصله منها احب الي من الدنيا. این در سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 45 حدیث 121 است که این ما البته چون میخوایم هم با یک تیر دو تا نشان بزنیم، هم روایت رو نشون بدیم، کتاب رو نشون بدیم و هم صحتش رو ثابت کنیم، دیگه سنن ابن ماجه رو نشون نمیدیم، میریم سراغ کتاب آقای محمد ناصرالدین البانی در کتاب صحیح سنن ابن ماجه که روایات صحیح سنن ابن ماجه رو در این کتاب اوورده. صحیح و سنن ابن ماجه مال آقای حافظ ابی عبدالله محمد ابن یزید قزوینی متوفای 275، تألیف محمد ناصرالدین البانی متوفای 1620، جلد اولش، البته این جلد اولش بود، شماره حدیث 98 و 120 با مکررات و چیزش برهم. ان سعد بن ابی وقاص قال قدم معاویه فی بعض حجات فدخل علیه سعد فذکر علیا فنال منه. بعد جالب هست در پایین همین صفحه فنال منه رو توضیح داده خود آقای ناصرالدین البانی. اگر پایین صفحه در اینجا اگر عکس ما رو بردارید، فنال منه ای نال معاویه من علی و تکلم فی، معاویه از علی بدگویی کرد و درباره علی ابن ابی طالب سخنان ناروایی گفت. این در صحیح سنن ابن ماجه قزوینی هست که دوستان اصل صفحه رو دیدن. اگر ادامهش رو هم نشون بدید ما باز روایت های بعدی رو دوستان خواهیم خوند. همون روایتی که از صحیح مسلم خواندیم، ان عامر ابن سعد ابن ابی وقاص امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن فقال من منعکن، تا آخر روایت که نمیخوایم تا آخرش بخونیم. حالا این نسخه رو نشون دادیم مال بیروت بود، نسخه دیگه از عربستان سعودی بیت الافکار دوولیه که البته ما عکس اون رو الان اینجا، همون روایت هست، امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن فقال ما منعکن تسب ابا تراب، که تا آخرش روایت رو میاره. حالا ممکنه کسی اینجا بگه که دستور نداده، اصلا معمول به چی دستور داده، در این روایت مشخص نیست. بزرگان اهل سنت مأمورون بهی رو که در این روایت حذف شده، امر معاویه سعدن چی دستور داد در روایت مسلم نیست و متاسفانه مسلم امانتداری کرده و روایت رو اینجا تحریف کرده، اما بزرگان اهل سنت شرح دادن و گفتن منظورشی هست. میریم حالا ده ها نفر از علمای اهل سنت اینو توضیح دادن، میریم سراغ اون کسی که این وهابیا بیش از همه اونو قبول دارن، آقای ابن تیمیه حرانی. اگر مونیتور رو نشون بدید، آقای ابن تیمیه حرانی هست، همین روایت رو برای ما شرح داده. اما حدیث سعد لما امره معاویه به سب فعبا، حدیث سعد که معاویه دستور داد به سعد که به سب دستور داد که فوش بده، فعبا، گفت نه من فوش نمیدم. فقال ما من آنکن تصب به عباطراب، چی شده که به علی فوش نمیدی؟ بعد روایت رو تا آخرش میخونه، میگه فهازا حدیث صحیحون رواه مسلم فی صحیحه، این روایت صحیح است که مسلم در مأمورون به رو قشنگ اینجا میاره. امر کرد معاویه به سب علی، نه تنها خودش فوش داد در روایت قبلی خواندیم که خودش فوش داد، به سعد ابن ابی وقاص هم میده که چرا فوش نمیدی، فوش بده به علی ابن ابی طالب. از اون سباب و مسلم فسوق و قتاله و کفر. ادامه صفحه رو اگه من نشون بدید، باز یکی از علمای فعلی وهابیه، این منهاج السنه مال آقای ابن تیمیه حرانی هست، همون صفحه مورد نظر ما، اما حدیث سعد لما امره به سب فعبا فقال ما من که انت سب عبا تراب، تا آخر روایت. یک نفر دیگه از علمای وهابی رو که حال حاضر زنده است و از معاصرین هست، شیخ موسی شاهین لاشین، ایشون هم قشنگتر از ابن تیمیه توضیح داده. امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن المأمورون به محذوفون لسیانت اللسان، ان مأمورون به رو اینجا آقای مسلم حذف کرده یا هر کسی دیگه حذف کرده تا مردم به معاویه بدبین نشن و به معاویه بد نگن، لسیانت اللسان ان و تقدیر امره به سب علی، معاویه دستور داد به فوش دادن به علی ابن ابی طالب. فقال ما من انکن تسب به عباد را معطوف علا محذوف و تقدیر امر معاویه سعدن ان یسب علی فمتنع،
معاویه به سعد دستور داد به علی فحش بده، ولی او امتناع میکرد و نمیگفت من این کار رو انجام نخواهم داد. فتح المنعم شرح صحیح مسلم جلد 9 صفحه 332. حالا صفحه کتاب رو هم ما نشون خواهیم داد، این صفحه اول کتاب فتح المنعم شرح صحیح مسلم الجزء التاسع شیخ موسی شاهین لاشین دار شروق مال قاهره است. این هم صفحه مورد نظر ما از اون کتاب که امر معاویه بن ابی سفیان سعدن تا آخرش، که به هر حال این روایت ثابت میکنه که معاویه دستور داد که به علی بن ابی طالب. باید ادعای کارشناس رو اینجوری عوض کنیم که معاویه علم داشت که بغض حضرت علی علیه السلام گناه است، در عین حال داد که این کارو بکن. معاویه میدونست که بغض علی بسیار کار بدیه، کار زشتیه، فحش دادن به علی کار بسیار زشتیه، در عین حال هم خودش فحش داد و هم دستور داد که به سعد بن ابی وقاص و سایر مسلمان ها ما داریم در روایات اهل سنت. کلیپ مربوط به این بحث ما داشته باشیم. بله حالا کلیپ رو هم اگر نشون بدیم باز خودش جالب هست در روایت بعدی. اگر 11 رو اگر 11 رو هم ببینیم بعد از اینکه حالا چرا معاویه با علی دشمنی کرد و جزو کسانی قرار میگیره که با خدا عداوت کرده و دشمن خداست، مسئله جنگیدن با یک نفر و مخالفت معنی دشمنی در بر نداره. که نباشه دشمن کسی است که بغض شما را به دل دارد، به خاطر ایمان شما با شما دشمن است و نابودی و زوال شما را خواهان است. این دشمن شما. حالا شما در دل معاویه عرض شود که کاویدید و فهمیدید که معاویه دشمن علی. بله خب اینم که شما رو یاد دعا میکنه که مگر شما دل معاویه رو کاویدید جستجو کردید که بغض علی ده. معاویه 70,000 نفر رو در یک جنگ به کشتن میده، حالا 44,000 از خودش، 45,000 از خودش، 25,000 از این نفر، حدود 70,000 نفر در جنگ صفین کشته میشه. آیا جنگ مصداق اتم و کامل بغض و دشمنی هست یا نیست؟ دو نفر با هم دیگه می جنگن، همدیگر رو می کشن، اینا با هم دوستن، از روی محبت معاویه 70,000 نفر رو کشته، علی رو دوست داشته، این 70,000 نفر رو دوست داشته، ولی در این حال همه این 70,000 نفر رو کشته. این همه شیعه ای که شما وهابی ها هر روز می کشید، اینها همه از روی محبت هست. همین امروز در کویته پاکستان 14 نفر کشته شده و 7 نفر دیگه زخمی شده. اینها رو همه شما به خاطر محبت به شیعیان دارید می کشید. معاویه به خاطر محبت به شیعان 70,000 نفر رو کشته. اینها که این همه دم از عقل میزنن، اینجا عقلشون کجا رفته این وهابیا؟ خب اگر ما اینها سوال میکنیم، اگر علی ابن ابی طالب و معاویه با همدیگه روبرو میشدن چیکار میکردن؟ همدیگه رو بغل میکردن؟ به به صحابی رسول خدا یا نه؟ اگر امیرالمؤمنین به معاویه دست میافت چیکار میکرد؟ همونطور که با به هر حال دیدید که در این کلیپ هم هست که به عمرو بن عاص امیرالمؤمنین دست یافت و میخواست اونو بکشه، فرار کرد. آیا معاویه هم اگر در چنین موقعیتی بود از همون معجزه عمرو عاصی استفاده میکرد یا به هر حال سر میکرد تا کشته بشه و علی بن ابی طالب حسابش بشه؟ جالب هست یک کلیپی دیگه هم داریم، کلیپ شماره 12، همین آقای کارشناس به طور ضمنی در اینجا تصریح میکنه که علی ابن ابی طالب دشمنانی داشت، کسانی با علی دشمن بودند، از روی دشمنی نگذاشتن علی ابن ابی طالب فتوحات انجام بده. کلیپ رو ببینیم از همین کارشناس. بله خیلی خوب ببینید. ما در زمان خلافت حضرت علی، دشمنان حضرت علی، خوارج و دیگران که در حقیقت دشمن حضرت علی بودند، مانع این بزرگوار شدند که جایی، سرزمینی، قسمتی از جهان فتح کند، بر عکس خلفای گذشته و بر عکس خلفای آن. در اینجا تصریح میکنه که دشمنان علی، خوارج و کسانی که در حقیقت دشمن علی بودند، نگذاشتن علی فتوحات انجام بده. خب جنگ علی ابن ابی طالب علیه السلام با خوارج چقدر طول کشید؟ 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، بیشتر از این که طول نکشید. شرطه. تمام شد و کل خوارج جمع شد. قبل از اون کی نگذاشی علی ابن ابی طالب فتوحات انجام بده مثل خلفای قبلی و خلفای بعدی که در حقیقت دشمن علی بودن؟
خب کسی غیر از معاویه، کسی غیر از عایشه و طلحه و زبیر که نگذاشتن علی ابن ابی طالب یک روز آرام باشه و به حکومتداری بپردازه. خود این آقا در اینجا تصریح میکنه که اونایی که در حقیقت دشمن علی بودند نگذاشتن علی فتوحات انجام بده. خب مطلب زیاد هست، وقتی ما کم هست.